اصلا اون خدایی که ما توجه به سوی اون میکنیم خود همون وجدان جمعی است که وجدانهای افراد سعی میکنن خودشون رو با اون در ارتباط قرار بگیرن. در واقع یک نوع سوسیوتئیسم که منقرض شده از میان رفت، بنابراین جای پرداختن به اون دیگر نیست. البته در اینجا هم ما میبینیم اگر حقیقتی باشد، باز وقتی حاصل است که قبلا ایمان به تأثیر دعا باشد و اگر کسانی بدانند که به عنوان تشریفات دارن دعا میکنن، به عنوان یک نوع تصنع و تعمد دارن کاری انجام میدهند تا انظار رو متوجه همدیگر بکنن و هم از یکی رو مدد بگیرن، نه این استمداد و استعانت فایده خواهد داشت و نه ادای اون الفاظ در ضمن اون مراسم تأثیری خواهد کرد. بنابراین در اینجا هم قبلاً باید ما از قوت ایمانمون به خدا و از تأثیر دعا مطمئن باشیم تا تأثیرات سوسیولوژیک هم بتواند دعا ببخشد در ما. پس به طور کلی ملاحظه می‌فرمایید که اصولاً اگر درباره دعا بحثی لازم باشد، بحثی به عمل بیاید، اون بحث در اصل جنبه متافیزیک پیدا می‌کند، نه جنبه پسیکولوژیک و نه جنبه سوسیولوژیک. به این معنا که اول باید اعتماد و اعتقاد به خدا باشد، بعد باید اعتقاد به تأثیر دعا باشد، اون وقت بتوان دعا رو به جا آورد. وقتی دعا با این شرایط به جا می آید، هم تأثیر پسیکولوژیک می دارد و هم تأثیر سوسیولوژیک می دارد. یعنی اول باید مطمئن باشیم که دعا در نفس الامر چیزی هست تا بعد بتوانیم از تأثیرات اون در فنومن های روانی، اجتماعی و طبیعی هم مطمئن باشیم. دعا مستلزم ایمان به خداست. البته بحث درباره ایمان خدا رو ما اینجا نمی کنیم، برای اینکه قبلا این بحث رو بارها کردیم و بارها هم اشخاصی که صالح‌تر و عالم‌تر و واردتر از ما بودن کردن، بنابراین احتیاجی نیست و اینکه ربطی به مطلب پیدا نمی کنیم، ما رو از مطلب اصلی جدا می کنیم. می‌پردازیم به همین امر که با اعتقاد به وجود خدا آیا تأثیر دعا معقول است یا چون دیدیم ایراد این بود که خدا به اراده خود به حکم ضرورت هر کاری رو که لازم باشد و صحیح باشد همون کار رو مقرر کرده است یا مقدر کرده است یا بکند بخواهد، بنابراین دعای ما اگر تأثیری در جریان امور بگذره، اگر اراده خدا را عوض بکند، یا این اراده از اول از هر لحاظ سنجیده نبوده که حالا توانسته است عوض بشه، یا اینکه خدا به خاطر ما یه اراده سنجیده خودش رو که اصل همون بود تغییر داده، به این هر دوتا صحیح نیست. ایرادی که می‌گرفتن مخالفین در بحث کلامی بر دعا این بود. در اینجا از یک نکته غفلت شده و اون رابطه ایست که انسان با خدا داره، به این معنا که اراده الهی در اون که مربوط به عالم طبیعت هست البته به نحو ضرورت عوض میشه. برای طبیعت عرصه ضرورت، حتی به یک معنا طبیعت رو وقت تعریف میکنیم میگوییم مجموعه روابط ضروریه منبعث از حقایق اشیا، عرصه ضرورت. اما میدانیم که در مورد انسان ما قائل به اختیار هست، خدا اختیار رو در انسان ودیعت نهاده و به همین جهت تجلی اسم مختار
و فرمایش است بها الله فقط در انسان مصداق پیدا کرد. انسان مختار، یعنی زمینه‌ای برای اختیار انسان هست، زمینه‌ای که امور موکول است به اختیار انسان، مفوض است به اختیار انسان. و چون انسان مختار است، که البته بحثشو باز قبلا کردیم و حالا معنی نداره که عنوان بکنیم، بنابراین خودش باید بخواهد، برای اینکه خودش بخواهد باید استعداد تقوا، استعداد خیر، استعداد صلاح در او باشد تا چیزی رو بخواهد که نیکو باشد. بنابراین اومدیم قرار گرفتیم در وضعی که انسان میخواهد کاری بکنه، میخواهد کاری انجام بگیرد، و چون اهل صلاح است، اهل تقوا، اهل خیر است، بنابراین مستعد این است که چیز رو چنان بخواهد که باید باشد، یعنی اون چیزی که میخواهد خواست او خواست نیکو باشد، چیز خوبی رو بخواهد. در همینجا که وقتی اختیار او تعلق میگیرد به امر نیکو و در اون توجه به خدا میکند، استعدادش رو برای طلب خیر و استعدادش رو برای توجه مبدأ نشون میدهد. دعا که میکند حاصلش اینه، معنیش اینه، یعنی از یک طرف اختیار خودش میخواد به کار بیفته، این اختیار در راه نیکو میخواد به کار بیفته و توأم با توجه به خدا میخواد به کار بیفته. به این خودش یک نوع شایستگیش که این بشر نشون میده، و البته شایستگی که بشر نشون میده پاداش داره، به همین جهت تأیید خدا متوجه او میشه. پس ملازم فهمی که جریان عقلی قضیه چی؟ وقتی دعای ما موفق می شود، یعنی خدا پاداشی می دهد به ما به مناسبت این که اراده به کار نیک کردیم و در این اراده به کار نیک به خدا توجه کردیم، خدا را از یاد نبردیم. البته این امر مکافات داره، پاداش داره، و اون پاداش به صورت تأثیر دعا حاصل می شود. پس ملاحظه همین که دعا تغییر جریان عقلی و ضروری اشیا نیست، دعا با ادارت الهی هم منافات ندارد، بلکه دعا پاداشی است که خدا ما می دهد به مناسبت این که اختیاری را که ما تفویض شده می خواهیم به کار بیاندازیم، در راه نیکو هم می خواهیم به کار بیاندازیم، و در ضمن به کار انداختن اون در راه نیکو خدا را هم فراموش نمی کنی و به او توجه می کنی. بس ملازمی فرمید که اگر تغییری شامل می شود و دعا مورد قبول قرار می گیرد، نه جریان ضروری اشیا تغییر پیدا کرده و نه امری خلاف تعقل واقع شده. بنابراین کسانی که دعا نمی کنند و خدا رو می شناسند و دعا نمی کنند، یعنی خدا رو می شناسند ولی دعا نمی کنند، در واقع کسانی هستند که بدون توجه به خدا هم اراده خودشون رو، اختیار خودشون رو برای انجام کارها کافی می دانند. یعنی در واقع یک نوع نخوت، یک نوع تکبر، یک نوع خودخواهی درشون هست که اینها رو مستغنی می داند، مستغنی می دارد، مستغنی می شمارد. و البته اگر این طور بود، یعنی انسان تا این درجه قوی بود اشکالی نداشت، اما با توجه به اینکه چقدر قدرت او محدود است وقتی که بخواهد چنین کند، این یک نوع نخوت، یک نوع خودخواهی، یک نوع خودبینی. البته خود خودبینی و خودخواهی از ضمائم اخلاق در اعتقاد دینی محسوب میشه.